درود دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بهتون دوربین گوپرو 11 مدل کریتو ادیتیشنش رو بهتون معرفی کنم که چه وسایلی داخلش هست و قیمتش رو دادن چقدر هست و کیفیتش چطور هست. با هم این ویدیو رو میبینیم. فقط قبل از هر چیزی میخواستم بهتون راجع به قیمتش بگم که حدوداً 659 یورو قیمتش هست، ولی در صورتی که شما به اصطلاح مشترک گوپرو بشید، شما 49 یورو خورده‌ای در سال پرداخت میکنید و مشترک گوپرو میشید، به خاطر همین تخفیف میخوره. غیر از این قیمتش اگر نقد بخوایم بخریم با تمام تجهیزاتی که داخلش هست 894 یورو قیمتش است. ولی خب با هم باز میکنیم ببینیم چی توش هست و بقیه اطلاعاتو بهتون میدم. اوکی، با هم بازش کنیم ببینیم چی داخلش هست. یه کیف هم باهاش هست، میبینید که خیلی کیف خوش دستیه، راحت اینجا هم دستگیره داره، میتونید بگیریدش. خب همونجور که میبینید دوباره طبق معمول زبان فارسی روش نیست و این یه ظلمی است که داره به همه ما میشه. امیدوارم این قضیه به زودی تموم بشه که زبان فارسی روش وجود نداره. اوکی، این به اصطلاح همون پروژکتور لامپی هست که روش هست، فکر میکنم این آره دقیقاً. این یه به اصطلاح پلاستیک از سیلیکون هست که چشمو نزنه. ببینیم حالا چجوریه. اینم باتری اندورو هست، باتری جدید گفتن که تو هم دمای کم هم دمای زیاد باید خیلی خوب جواب بده. اصل کارم اینجا هستش جناب آقای دوربین. واو، خیلی خوش دسته، خیلی خوش دسته. خب بچه ها ببخشید، من دوباره مجبور شدم دوربین رو یه بار روشن کنم، چون که اینو روش خوندم نوشته که اگر میخوای کم دوربین رو تو استفاده کنی قبل از این باید حتما آپدیتش کنی و من این کار انجام دادم، آپدیتش کردم. خب بقیه مراحل رو بهتون نشون میدم. این خود دوربین هست که یه کوتاه بهتون نشونش دادم، اینجا هستش و خب این دکمه پاورش هست و اینم دکمه فیلم برداری هست و خب از اینجا بازش میکنید و یه پین مثل پین ساعت اینجا هست، از همینجا میتونید این در رو باز کنید، باتری رو در میارید و باتری رو هم دوباره میتونید استفاده کنید. باتری اندورو هست، گوپرو مموری کارت هم اینجا میخوره. شما این کیتو که میخرید که تمام این دم و دستگاه روش هست، مموری کارت 32 گیگابایت هم بهتون هدیه میدن، مجانی هست روش هست. و خب این از این، برسیم به میدیا مود و این دقیقا چی هست و چی کار میکنه. میدیا مود اینجا یه دونه میکروفون هست و خب حالت یه قاب هست که چند تا لوازم جانبی مثل میکروفون های دیگه میتونید بهش وصل کنید، یا این لامپی که توی کارتونش هست اینو هم میتونید اینجا نصبش کنید اینجوری. آره، اینم روشن میشه، 3 درجه داره و بعدیش چشمک زنه. آره، 1 2 3 چشمک زن و خب این یکی خاموشه. اینم میتونید از روش بردارید، چیز خیلی به درد بخوری برای کسایی که توی کار یوتیوب و فیلم برداری هستن، واقعا دوربین معرکه‌ای هست و این پکیج واقعا یه پکیج کامل هست. خب این از خود دوربین هست، زیاد فرق نمیکنه با گوپرای دیگه از لحاظ به اصطلاح ظاهری، ولی خب از لحاظ باطنی چرا با هم خیلی فرق میکنن. حالا با هم نگاه میکنیم ببینید. اینجا یه دونه USB-C هست، اگر دوربین درست بگیره. آره، اینجا هم یه دونه USB-C هست، باید اینو داخل این بفرستیدش داخل و این در رو میبندید. اوکی، الان دوربینتون آماده هست، یعنی میکروفون اینجا دارید. و چیز بعدی هم که توی کارتون هست به اصطلاح بادگیر میکروفون هست که یه طرفش میبینید پهن‌تر هست واسه جلوی، طرف پشتش هم خب اینجا یه خورده باریک‌تر هست، از پشت صحبت میکنید. حالا هر دو طرفش براتون تست میکنم که ببینید صدا از جلو چجوری و صدا از پشت چطوری هست. خب این پایین دوربینم دوتا پایه هستن که اینو وصل میکنید روی کلا کاسکت و یا پایه‌های دیگه، یا با این ولتا که اینجا هستش، ولتا آره، به این وصلش میکنید. خب
توی کارتون دو تا از اینها واسهتون گذاشتن که یه دونش با پایه بلند هست و یه دونش با پایه کوتاه هست. دو تا پیچ رزرو هم واسهتون گذاشتن. دو تا کابل اورجینال گوپرو هم واسهتون گذاشتن اینجا و اینم دوباره واسه یه فیکس کردن اینا رو کل کاسکت هست. میبینید که یه خورده هم قوس داره. اینو اصطلاح اینجوری شیبش میدید این داخل و خب بسته میشه این پلاستیک. آره اینم از این. خب یه دونه در باتری یدکی هم براتون گذاشتن. این همین یکی دیگه هست. فرقش تو این هست که اینجا یه دونه شیار هست که اینجا هم دوباره میتونید میکروفون یدکی یا چیز دیگه این بغل آویزون کنید و سوراخ هم که میبینید اینجا USB-C از توش رد میشه. یعنی این موقعی که شما دوربینو بدون این میدیا مود خواستید استفاده کنید این قاب میاد روش در باتری و از داخل همین روی موتور یا دوچرخه هستید میتونید راحت شارژش کنید. اینم از این. یه دونه هم پایه یدکی واسه خود دوربین واسه تون گذاشتن که اینجا اگر این شکست یه وقت ضربه چیزی خورد میبینید 4 تا پیچ اینجا هست. این سوراخ هم که این زیر هستن اینا سپیکرهای خود چیز هست، گوپرو هست، هم میکروفون هم سپیکر هستن که ضد آب هم هستن. ولی خب اینو اگر شکست میتونید این 4 تا پیچ رو باز کنید و اینو عوض کنید، بذارینش اینجا. اینم از این. و خب چیز اصلی ترینش هم که توی این کارتون بود فکر میکنم بالتا، حالا اسمش رو دقیقا توی ذهنم نیست. خب غیر از اینا توی کارتونش هم به اصطلاح این چیز هست، راهنماش هست که دونه به دونه اگه این هم سکن کنید همه چی رو بهتون نشون میده. ببینید اینجا اپش هم زده، اپ کویک هست که باید دانلودش کنید و خب تمام مراحلش رو زده که چجوری اینو نصبش کنید. ببینید این پایه هم باز میشه به عنوان سه پایه، میتونید نگرش دارید و دوربین رو استفاده کنید. همه چیز به این شکل هست. آره این از این. خب میدیا مود هم چیزی که میخواستم براتون توضیح بدم، اینجا 3 تا خروجی داره، ورودی داره. یکیش USB خیلی قدیمی 5 هست واسه شارژ کردن، یکی دیگرش هم USB-C هست که میتونید اینجا ببینید، آره USB-C، و این یکی هم IUX هست که میکروفون جانبی و اینجور چیزا رو میتونید بهش وصل کنید. اینم از این. آره خب اینا هم اینجا وصلش میتونید بکنید. ببینید فکرش هم کردن اینجا هم یه دونه شیار گذاشتن که این پیچو خواستید بکنید داخل و بپیچونیش جای دست براتون باشه. آره اینم از این. خب اینم نصب شد و خب آپدیتش که کردید اینو حتما باید آپدیتش کنید، استفادهش کنید و خودش اتومات کانکت میشه. شما باید دوربین بهتون دستور میده روی لنزش هست که دقیقا چه کار کنید تا آپدیت بشه و کانکت بشه. کار ساده ای هست، یا چیز نیست. و الان میتونیم روشنش کنیم. خب اینجا روشن شد. ببینید اینم یه خورده صدا میده، میکشه رو میز، ولی خب اینم خیلی راحت میتونید بازش کنید. چیز خاصی نیست، یه دستگیره است که حالا یه وقت خدایی نکرده زمین نخوره. وای وای. آره خب بریم سر اصل مطلب. این دوربین جدید چه کار میکنه؟ اول که کیفیتش با 5.3K فیلم میگیره براتون. مودهای مختلفی داره. این منو رو الان من آلمانی گذاشتم، متاسفانه انگلیسی نیست، ولی خب استاندارد تمام عکس اکتیو که فعال باشید برای ورزش یا هر چیز دیگه ای. کینو سینما هست و اولترا سلو موشن. اینم برای خب خیلی با چیز به اصطلاح سلو موشن خیلی آروم. و چیزی که خیلی باحال هست، اینا رو همه رو میتونید تنظیماتش رو تغییر بدید. آره ببینید 5.3 تا 240 تا عکس در ثانیه براتون میگیره و این واقعا فوق العاده است، کیفیتش خیلی بالا. این بالا هم چیزای خیلی مهمشن، تغییر جدید و اصل کاری که دادن توی گوپرو این فریم هست که شما میتونید فیلم و عکس بگیرید. 8.7 میتونید فیلم و عکس بگیرید. چیز خیلی جالبه این به این معنی است که شما یه دونه
عکس یا فیلم میگیرید و اینو برای ادیت میتونید هم برای اینستاگرام ریل، برای یوتیوب شورت و همه چیز دیگه استفاده کنید و حتی چون که کیفیتش خیلی بالا هست این دوتای دیگر هم میتونید استفاده کنید، یعنی 16:9 رو میتونید استفاده کنید، 4:3 هم میتونید استفاده کنید. من اکثرا تمام ویدیوهایی که میگیرم و میذارم روی 8:7 تا واسه ادیت کردن هر جایی که خواستم شیر بکنم، حالا یوتیوب، اینستاگرام، هر حالتی باشه، حتی تیک تاک هم میتونید این کار رو انجام بدید. آره این گردیم. با همین دسته هم میتونید این مودها رو عوض کنید. الان روی این آره ستارت کرد و الان ستوپش کردم. این یکی هم مود اکس هست، نقد فوتو، اکس واسه شب موقعی که نوکم هست، اکس معمولی. و خب اینا رو هم باز همه رو میتونید ادیت بکنید هر جوری دلتون خواست تنظیمش کنید که تمام لنز رو بگیره، لنز مهذب رو اکتیف کنه یا خب لنز نرمال باشه. آره این به هر حال خیلی دوربین و کیفیتی هست، خیلی راحت میتونید خیلی کارا رو باش بکنید. ولی چیزای مدرنش یکی این بود و یکی دیگرش هم خب این جلو هم شما چیز دارید، به اصطلاح گوپروهای قدیمی هم داشتن، LCD دارید این جلو و این LCD رو میتونید اکتیف بکنید. من همیشه خاموشش میکنم که زیاد باتری مصرف نکنه. اینجا رو مثلا این یکی هم باز جدید گزینه آخری که شما خودتون رو توی LCD خیلی راحت و خوب بتونید ببینید، ببینید واقعا شفاف است و خوب هست، میتونید خودتون رو خیلی خوب ببینید. این از این. و خب یه چیز دیگه ای هم که جدید گذاشتن روش که خیلی جالب هست این هست که این یکی هست که شما میتونید LCD و دوربین رو هر جهت بگردونید، LCD هم همراهش اوتومات میچرخه. یه لحظه دیگه کار کرد ولی خب الان میچرخه همراه خودش. حتی برای فیلم هم اینجوریه، یعنی شما دوربین تو دستتون باشه، کج باشه، راست باشه، تصویر همیشه صاف گرفته میشه و هایپر مودوس داره که به اصطلاح هر چقدر دوربین تو دستتون تکون بخوره رو فرمان موتور یا دوچرخه باشه ضربه رو میگیره به خودش و واقعا اینو من تست کردم خیلی خوب جواب میده. میتونم فقط بهتون پیشنهاد کنم. من چند تا دوربین دیگه دارم، یه دونه خیلی رقیب سر و سخت گوپرو هست، اینستا 360 هست و منم ازش استفاده میکنم واسه بقیه ویدیو هم، ویدیوهای موتور سواری و اینجور چیزا رو اکثرا این دوربینه رو استفاده میکنم که دوتا لنز داره، 360 درجه فیلم میگیره و واقعا دوربین معرکه‌ای هست، حرف نداره. ولی خب من خودم بیشتر حتی هر دوتا دوربین رو دارم. این یه چیز دیگه است و 360 یه چیز دیگه است. اینم کیفیتش خیلی خوبه و کار کردنش روی اپ روی موبایل خیلی خوب است، ولی گوپرو هم باز کیفیت خودش رو داره و خیلی عالی هست. خب یه چیز جدید خیلی خوبی هم که داره این هست که شما روی اینجا ویدیو مود میتونید انتخاب کنید که بالاترین کیفیت رو براتون بذاره و یکی دیگرش هم کنترلش هست که همه چی رو به صورت حرفه‌ای پرو براتون انجام بده یا به صورت ساده که خودتون میتونید انتخاب کنید و خب هر کدوم که سلیقه خودتون هست. این فقط تنظیمات هستن و توی تنظیماتش هم یه چیز خیلی باحالی که داره، آپلود به صورت اتومات. شما اگر عضو گوپرو باشید، گفتم تقریبا سالی 49 یورو خورده 50 تا پرداخت میکنه و عضو گوپرو میشید و خب توی کویک اپ چیز دارید، آی کلاود دارید، بی محدودیت برای حجم، بی انتها میتونید فیلم آپلود کنید و این فیلم رو مستقیم از روی آی کلاود هم روی گوشیتون دارید هم روی لپتاپتون اگر آی کلاود رو اینستال کنید. آره بقیه چیزاش هم خب خیلی شبیه گوپرو قبلی هست ولی خب کیفیت خیلی فرق میکنه و چند تا چیز جدید داره که بهتون گفتم. با هم بریم بیرون ببینیم خب بقیه کاراش رو چجوری انجام میدیم و واقعا فیلم گرفتنش چجوری است. اینم فقط اضافه کنم که اینجا هم باز این دوربین رو میتونید اینجا نصب کنید و خب یا یه دوربین دیگه برای به اصطلاح حالا تست کردن و اینجور چیزا. خب به هر حال دوربین هم اینجا نصب میشه، این پایه ها هم اینجا باز میشن. آره دوربین رو اینطوری میتونید روبروی خودتون بذارید و خب ازش استفاده کنید. یه چیز باحالی هم که داره اینو میتونید اینجوری برش گردونید هر جهتی که بخواید. آره
اینم از این. فقط یه چیزی بهتون بگم، این دوربینو که می‌خرید ممکنه براتون یه خورده حرفه‌ای باشه، برای کسایی که مبتدی هستن مایوس نشید، باید تنظیماتش رو یاد بگیرن، وگرنه کیفیتش واقعا بی‌نظیره و خب از بقیه دوربینایی که توی بازار وجود دارن واقعا بهتر هست. خب چیز دیگه‌ای که می‌خواستم بهتون بگم راجع به کیفیت هست، کیفیتی که 5.3 هست فیلم می‌گیره واسهتون. این کیفیت به اصطلاح خیلی بالا هست برای خیلی از گوشی‌های موبایل و لپتاپ و خیلی از دستگاه‌های دیگه، هنوز جا نیفتاده. به خاطر همین ممکنه برای ادیت کردن ویدیو به مشکل بخورید. به خاطر همین من اکثرا میذارم روی سینما و روی 4K میذارمش، چون که روی 5.7 باشه من اکثرا نمیتونم ادیت کنم روی دستگاه های دیگه. به خاطر همین پیشنهاد میکنم استاندارد بزنید روی 4K و 60 عکس در ثانیه یا 30 عکس در ثانیه، به نظر من خیلی خوب جواب میده. به هر حال این پیشنهاد من هست، وگرنه سلیقه خودتون رو. با هم بریم بیرون یه تست بکنیم ببینیم چجوری هست، هم عکاسی هم به اصطلاح فیلم برداری از چند تا حالت مختلف و هم توی نو هم حالت دیگه. بچه ها قبل از اینکه با هم بریم بیرون یه چیز دیگر رو میخواستم بهتون نشون بدم که یادم نره. گوپرو یه چیز خیلی باحالی که داره، شما میتونید این در رو اگر خطی چیزی روش افتاد به راحتی عوض کنید. الان من گذاشتم سر جاش بستمش، در غیر این صورت یه دور میپیچونینش این باز میشه. ببینید راحتی، ببینید اینجا دوتا پین هستن و اینجا هم دوتا شیار هستن که این دوتا میذاریدش اینجا سفت، یکم فشارش میدید رو به پایین و میپیچونینش. باید دقیقا این صدا رو بده و این درز باز نباشه، همه چیز ضد آب هست. الان غیر از این که من اینجا رو الان باز کردم، میخواستم این تیکر رو نشونتون بدم. اینم یکی دیگه در باتری است که بهتون گفتم رزرو روش گذاشتن. اینجا هم فیش USB-C داخلش هست که به اصطلاح خیلی کارایی داره، خواستید میتونید از اینجا شارژش کنید همزمان و استفاده کنید. اینم رزرو گذاشتن روش. خب بریم بیرون. سلام بچه ها، امروز تست گوپرو هست و خب خانوم هم هست که بچم من سارا هستم. میخوایم با هم من ایرانیه گنت که نه خیلی هم خوب میخوایم یه تست بکنیم ببینیم کیفیت ویدیو چطوری هست، هم تو سایه هم تو آفتاب. و خب چند تا به اصطلاح تکنیک جدید داره، اونا رو هم تست میکنیم ببینیم چجوری هستن. با من باشید. خب بچه ها یه فیلم دیگه هم میخوام بگیرم که دقیقا آفتاب پشت سرم هست و میخواستم ببینید کیفیت گوپرو چجوری هست و آفتابو به چه شکل در میاره و آیا اصلا چهره منو میتونید ببینید یا نه توی آفتاب دقیقا چجوری هست. امروز هم خیلی آفتاب شدیدی هست، واقعا بدون عینک آفتابی نمیشه آفتابو تحمل کرد. آره اوگولیه من امینه، امینه قیافش نگه این خرسی کتولی خرسی کتولی نگاش اینجوری که گوپرو گزارش داده 1 میلیارد رنگ توی گوپرو 11 استفاده کردن و خب به خاطر همین باید کیفیت رنگش خیلی خوب باشه. تمام این فیلمایی رو که الان من میگیرم بدون فیلتر هستم و بدون فیلترم میخوام آپلودشون کنم. هیچ فیلتری وجود نداره، به خاطر همین همه چیز واقعی هست. الان این ویدیویی که میگیرم با کیفیت 4K هست، با 5K خب خیلی کیفیت بالاتر میشه. به خاطر همین روی یوتیوب اگه بخوام آپلودش کنم باید کیفیت رو حتما بیارم. چیزی که میخواستم بگم الان ویبریشن دوربین روشن هست و یه تست براتون میکنم. الان شروع میکنم به دویدن، میبینید تصویر ثابت میمونه. خب تست بعدش این هست، من الان ویبریشن دوربین رو خاموش کردم و شروع میکنم به دویدن، بازم هنوز تصویر تا حدودی ثابت هست. بس هست صدا همش کفون سه بود
الان فریمیو که انتخاب کردم 8-7 هست که برای هر چیزی میتونید استفادهش کنید و واسه ادیت کردنم خیلی بهتر و راحت تر هست و فریم دیگرش هم براتون تست میکنم. خب این فریم بعدیش 4K هست و 24 تا عکس در ثانیه هست و خب فریم 16:9 هست که برای یوتیوب و سینما اینجور چیزا استفاده میشه. میبینید که کیفیت نور و رنگ چقدر خوب و واضح و طبیعی هست. یه لحظه با همین کیفیت میخواییم بریم پایین سمت آب که جایی که یکم سایه هست ویدیون داریم که ببینه توی سایه و نور کم کیفیت چطوری هست. چیه؟ چیه تو چیلی؟ اوپس امینه آره اینم از تست توی سایه و جای کنور. بچه ها الانم چیزیه که میخواستم بهتون بگم این دوربین فقط با کیس اصلی خودش با کیس خالی خودش ضد آب هست، با میدی مود و اینجور چیزها که الان من بهش وصل کردم مثل میکروفون اینجور چیزها خب ضد آب نیستن منطقیه. اینا هم میخواستم بهتون بگم، فکر میکنم گزارشمو بتونم براتون تکمیل کنم. چیه شما دوتا وروژکی ها؟ ها؟ وروژک امینه میدیه الان تست میدی مود هست و میکروفون و قسمت پشتش رو من اکتیف کردم که ببینید کیفیت صدای من چجوری هست و خب دوربین رو برمیگردونم به سمت خودم میتونید کیفیت صدا رو ببینید چجوری هست و الان دوباره برمیگردونم به سمت جلو و از پشت دوربین دارم واسهتون صحبت میکنم یه تست صدا رو انجام بدیم ببینیم چجوری هست. تو سمت سایه هم میبینید که خب حتی دور هم خیلی به واضح و خوب داره نشون میده و خب از صورتم خیلی آفتاب شدیده در حال قدم زدن. ببینید تو آفتاب دقیقا مستقیم و شدید چجوری است. من خودم رو برمیگردونم به سمت خورشید. دقیقا این میتونه بدترین حالت برای یه دوربین باشه ولی خب میبینید هنوز صورت من به صورت واضح داره نشون داده میشه. خوش میذاره؟ زنده باشی واقعا. رو به راهی؟ آفرین. خب بچه ها همینطور که میبینید الان من گذاشتمش روی حالت سینما 4K 30 تا عکس در ثانیه و لینیال هست که به علاوه این که این خط افقی خط عمودی فیلم برداری رو میبنده. الان من یه دونه فیلم میگیرم ببینید فیلمش چجوری هست. این فیلم و من شروع میکنم دوربینو 360 درجه میچرخونم. یه دور دیگه
اوکی. میبینید تصویر ثابت وایستاده، تصویر همراه دوربین دور نمیخوره و این مشخصه این هست که هوریزنتال بسته شده و فیلم به صورت 360 درجه داره گرفته میشه. خب بچه ها، اینم یه تست دیگه هست. این خود گوپرو بدون هیچ وسایل جانبی هست، بدون میکروفون، از پشت دوربین صحبت میکنم و الان از جلوی دوربین صحبت میکنم. ببینید کیفیت صدا چجوری هست. آره، این از این. امیدوارم تونسته باشم ویدیو خوبی براتون گرفته باشم که به تصمیم گیریتون کمک بکنه، راحت‌تر بتونید تصمیم بگیرید. و خب سوالی چیزی داشتید، من همیشه در خدمتتون هستم، کامنت بذارید من حتما بهتون جواب میدم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدافظ. خدافظ.